امارت اسلامی میگوید که بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان بر افغانستان تأثیر دارد، اما ابراز امیدواری میکند که حکومت آینده پاکستان با افغانستان روابط گسترده تر داشته باشد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که امارت اسلامی امیدوار است پاکستان به ثبات سیاسی برسد و روابط تجارتی میان دو کشور گسترش پیدا کند و همچنان مشکل های مهاجران افغانستان در پاکستان هم حل شود. شمار از آگاهان سیاسی هم به این باورند که برکناری عمران خان از سمت نخست وزیری پاکستان بر روابط میان کابل و اسلام آباد تأثیر خواهد گذاشت. در این مورد هم گزارش از اسدالله حکیمی. بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان. یک روز پیش پارلمان پاکستان عمران خان را از سمت نخست وزیری برکنار کرد و سبب شد این کشور با خلای رهبری روبرو شود. حالا امارت اسلامی هم میگوید که بحران سیاسی در پاکستان بر افغانستان نیز تاثیر میگذارد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی امارت اسلامی با آنکه میگوید وضعیت سیاسی پاکستان موضوع داخلی این کشور است، اما ابراز امیدواری میکند که حکومت آینده پاکستان با افغانستان روابط بهتر داشته باشد. بحران سیاسی یک کشور همسایه طبعا بر سایر همسایه ها به حد اثرگذار می باشد، اما ما در مسائل سیاسی و داخلی پاکستان کاری نداریم و رابطه بین افغانستان و پاکستان رابطه بین دو کشور و دو دولت است، نه رابطه بین دو گروه. و ما امیدوار هستیم در آینده در پاکستان هر دولتی که بوده باشد رابطه ما با آنها خوبتر شود و بخصوص رابطه تجارتی و اقتصادی ما گسترش بیابد و مشکلات افغانهای مقیم در پاکستان حل شود. در این میان آگاهان سیاسی بر این باورند که عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی تلاش کرد که با رفتن او از قدرت امارت اسلامی با چالش روبرو خواهد شد. د افغانستان اقتصادي سیاسي او نظامی کډوړو ته لارهواري د عمران خان حکومت تر ډیره بریده پر پولي ورستوي کې کوشش کاوه ترڅو طالب چارواکو ته نړیوال ستیج برابر شي او وکولای شي د طالبانو سره د رسمیت پیژندنې له نړۍ سره د اړیکو په جوړولو کې مرسته وکړي. داسې ښکاري چې د عمران خان له لرې کېدو وروسته به طالب چارواکي او دارنګه د طالبانو حکومت په کابل کې له ستونزو سره مخ شي چې دا خپله د افغانستان بې نظمۍ او ګډوډۍ ته لاره هوارولی شي. حکومت عمران خان به خاطر پشتیبانی از امارت اسلامی بارها مورد انتقاد مخالفان سیاسیش قرار داشت. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، عمران خان نخست وزیر پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور بارها در پیوند به مسئله های داخلی افغانستان و ادامه کمک های جهانی به افغانستان صحبت کردند.